منابع محلی گزارش دادند که سنی‌های تندروی طالبان ساکنان 17 روستا را در ولایت‌های غور و دایکندی مجبور به کوچ کردند. طالبان بر اساس حکم یک مقام طالبانی شهروندان این روستاها را که هزاره نشین هستند مجبور به کوچ اجباری کردند. از زمان روی کار آمدن طالبان این کار بارها تکرار شده است. مقامات امنیتی لبنان اعلام کردند که طی 4 ماه اخیر 8 گروهک تروریستی وابسته به داعش منحل و 30 تن از عناصر آن بازداشت شدند. پس از انجام تحقیقات از این تروریست‌ها مشخص شد که این گروهک‌ها برای انجام عملیات تروریستی در مراکز نظامی و امنیتی و تجمعات مذهبی و مدنی مختلف برنامه‌ریزی کرده بودند. همسر محمد رمضان، فعال بحرینی و محکوم به اعدام، از احتمال اجرای حکم وی در آینده نزدیک خبر داد. وی همچنین گفت که خانواده برای اولین بار پس از سالها توانست در هفته جاری اجازه تماس فیزیکی با وی را دریافت کند، اگرچه او معتقد است که رمضان تحت درمان پزشکی مناسب قرار نمی گیرد. سنی‌های تندروی طالبان دستوری صادر کردند که طبق آن از این پس زنان اجازه ورود به پارک‌ها و اماکن تفریحی در کابل، پایتخت افغانستان، در هر زمان دل بخواهی را نخواهند داشت. در همین راستا وزارت نماز و تبلیغات و امر به معروف و نهی از منکر طالبان فقط برخی روزها و برخی زمانها زنان اجازه ورود خواهند داشت تا جلوی اختلاط بین زنان و مردان گرفته شود. شرکت آمازون دو کتاب با محتوای توهین‌آمیز علیه اسلام را از لیست فروش اینترنتی خود خارج کرد. در کتاب اول سعی شده تا اسلام را با تروریسم پیوند داده و این دو را جزء لاینفکی از هم به شمار آورد، در حالی که در کتاب دوم اقدامات غیر انسانی انجام شده توسط باندهای تبهکار به اسلام نسبت داده شده است. دهم نوامبر به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی داشته می شود. این مناسبت برای تأکید بر اهمیت نقش علم در زندگی روزمره و برقراری توسعه پایدار و صلح جهانی از سوی سازمان ملل و یونسکو نامگذاری شده است.